سلام، چطورین؟ حالتون خوبه؟ دم همتون گرم، خیلی دوستتون داریم. امروز یه ویدیو جدید آوردیم واسه یه بچه‌هایی که هم میخوان یه سری هم تو شهرشون یه سری درخت دارن، یه سری جه پوشی جنگلی دارن، نمیدونن چجوری بعد ازش استفاده کنن یا اصلا نمیشناسنشون. همین که دوستایی که تازه میخوان شروع کنن به کوچ دادن و دنبال یه منبع شد توی فصول متفاوت میگردن. امروز اومدم توی 3-4 ماه متفاوتی که از این به بعد، یعنی از هلوش مثلا زمستون داریم تا بهار، رو واسه شون توضیح بدم که چه پوشش های گیاهی میتونن ازش استفاده کنن. امروز هم فکر کنم هلوش 25 مهر میشه دیگه. آره 25 مهر، البته شاید ویدیویی که بذاریم چند روز دیگه باشه. عزیزه خیلی مخلصیم، دم همتون گرم. البته بیشتر این ویدیو در مورد درخت هاست، ولی خب چون از زمستون میخوام شروع کنیم، یک مدل گیاه رو قرار رو براتون توضیح بدم اول کار که میتونین بهش توجه ویژه‌ای داشته باشین و به احتمال زیاد اسمشو خیلی شنیدین بیش از اندازه. گیاه کلزا دوستان، خیلی گیاه عالیه واسه زنبورداری و یکی از بهترین زمانهای ممکن رو برای زنبوردارا فراهم میکنه برای شهد و گل، شهد و گردش. خیلی شهد و گرده عالی و زیادی داره، ولی یه ایرادی که داره این گل این که دوستان بچه‌ها برای مواجهه زنبوراتون با گیاه گلزا باید حتما با یه زنبوردار حرفه‌ای مشورت کنین یا باید خوب بلد باشین زنبورداری رو تا بتونین از این گیاه استفاده کنین. چون که تو دو مدل کشت میشه این گیاه. اولین دورش زود کشت داخل زمینه شالیزاری کشت میشه و توی فصول دی ماه تا اسفند ماه توی زمستونه. یکی از بهترین زمانها شما میتونید یه زنبورسازی عالی رو داشته باشین واسه بهار، شروع یک بهار پرقدرت، برداشت عسل و گرده عالی. ولی میگم دوستان این گیاه فوق العاده به خاطر این حجم از گرده و عسلی که داره و زنبوری که زمانی که توی یک خواب زمستونی توی یک خوشه خالی وقتی شما انتقالش میدین به اون قسمت و با این حجم از گرده و شهد روبرو میشه، باید یک زنبوردار حرفه‌ای بتونه ازش جلوگیری کنه و بعد محدودش کنه، کنترل کنه تا یک موقع دچار یک فروپاشی توی کلونیاشون نشه. دوستان توی ویدئوهای متفاوتی هم گفتیم که کنترل مهمترین چیز توی زنبورداریه و توی این مورد باید حتما حواستون باشه. دومین دورش که توی فروردین ما، تو اول فروردین تا اردیبهشت ماه هم داره کلزا دوره دوم که به علت گرما و اون تابش آفتاب خیلی شهد و گرده بیشتری داره، که البته توی این دوره ما گیاه‌های غنی‌تری هم داریم چون که شهد و گرده کلزا درست خیلی خوبه، ولی خب ارزش غذایی سایر شهدها رو نداره، یک ذره معمولی تره و بیشتر واسه زنبور سازی عالیه. درسته یک اصل اقتصادی عالی رو داره و بین هکتار، در هر هکتار بین 50 تا 100 کیلوگرم تولید عسل داره تو هر کلونی دوستان، که خیلی اندازه زیادیه. بعد از این میریم وارد فصل بهار میشیم. وارد فصل بهار، خب توی کشور ما به خاطر اقلیمای متفاوتش میتونه گیاه‌ها و گل‌ها درختان متفاوتی رو داشته باشه. بچه‌هایی که تو شهرهای دیگه هستن دارن میبینن متوجه حرف من هستن، به خصوص تو فصل اوایل فروردین ما تو بعضی از نواحی گیاهی مثل درختی مثل آلوالو رو داریم. درخت آلبالو مثل درخت گیلاس در اوایل فروردین گلدهی داره و داره شهد نسبتا خوب و گرده خیلی عالی هست، شهدی معطر داره و این عطر شهد باعث میشه که زنبور رو به خودش جذب کنه و واسه زنبور سازی عالی گیلاس. و به تمازد گلخاش رو دیدیم، فکر کنم هلوش صورتی رنگ و سفید و یا قرمز رنگ هست توی این هلوش، هم مثل گیاهی مثل گیلاس هستش. بچه توی فکر کنم جنگل های عرصباران بیشتر تولید میشه، توی اطراف کرج هستش، لرستان، کردستان هستش و خیلی از شهرهای دیگه بچه‌ای که حالا هستن میدونن. توی اول فروردین ما گیاه‌های متفاوتی رو داریم که یکی از همین آلبالو گیلاسی که بهتون گفتم. تو بعضی از مناطق ما بادوم هم داریم. درخت بادوم یکی از سریع‌ترین درختایی که خیلی سریع شکوفه میده و دوستایی که توی مناطقش هستن میدونن چی دارم من میگم. فقط مشکلش اینه که توی اون آب و هوایی که داره شکوفه میده امکان داره توی اون قسمت آب و هوای مناسب و مساعدی همیشه سال همیشه روز نباشه، ولی خب به خاطر داشتن شهد و گردش جذاب واسه زنبور، اما عسلش جذاب نیست. چرا؟ چون یک عسل تند و تیزی داره و نمیشه به صورت خالی مصرفش کرد. خیلی از زنبوردارا بیشتر واسه زنبورسازی ازش استفاده میکنن
و اینکه یا اینکه بعد عسلش رو حتما مخلوط کنی با یه عسل دیگه، چون میگم تند و تیزه و زیاد به ذائقه ما خوش نمیاد. الان من به حالا بچه‌ای که نمیدونن، من اینجا نوشتم بهشون میگم تو چه شهرهایی هستش. بیشتر تو کرج، اطراف کرج و تهران، قزوین، خراسان، لرستان، کردستان، دشت کوه، میانه قریه تپه، میانه در خیرآباد، بین زنجان، تو میانه مناطق مدیترانه ای آسیایی هم کشت میشه و خیلی زود به بار میشینه. بعد از اینم خب دوستان عزیزی که کوچ میکنن که خودشون میدونن، ولی بچه‌ای که تازه میخوان کوچ کنن، درخت سیب توی اوایل فروردین فوق‌العاده عالی، شهد خوب، گرده عالی، باعث میشه که زنبور به خودش جذب کنه. فقط ایرادی که داره درخت سیب 9 روز فقط گلدهی داره و توی این دوره 9 روزش، چون که اوایل فروردین ماهه، ایرادش باز هم بهتون میگم توی این آب و هوای نامساعد اون مناطق کشت میشه. متاسفانه خب توی آب و هوای نامساعد زنبور زیاد از کندوها خارج نمیشن یا به فواصل دوری نمیرن. به خاطر همین بهتره که اگه میخوان کندوهاشون از عسل و گرده درخت سیب بهره مند میشن، حتما باید نزدیک اون باغ قرار بدن تا بتونن ازش استفاده کنن. و اینکه هلوش فکر کنم 0 تا 50 کیلوگرم در هر هکتار عسل میده. چرا میگم 0 تا 50 کیلوگرم؟ اونم میگم بسته به شرایط آب و هواییه. و گلدهی سیب خیلی جالبه به خاطر مدل های متفاوتی که داره. از فروردین ما تا خرداد ماه ما چی داریم؟ شکوفه سیب داریم، اونم بسته به مناطقشه. یعنی هر چی درخت سیب تو مناطق سرد سیرتر، یعنی مناطقی که خنک هسته و سرد هستش باشه، میزان گلدهیش افزایش پیدا میکنه و هرچی تو مناطق گرم و خشک باشه میزان گلدهیش کاهش پیدا میکنه و بیشتر مناطق کوهستانی هم خیلی لذت بخش واسه درخت سیب. بعد از اون ما گلابی رو داریم که همراه با سیب تقریبا توی دوره است. فقط ایراد درخت گلابی اینه که گلش یک ذره میزان قندش پایینه، گرده خوبی داره ولی شهدش قندش پایینه و زیاد جذاب واسه زنبور نیستش. به خاطر همین اگه تو دوره گلابی درخت ها یا شکوفه یا حتی گلهای دیگه باز بشه، 100% زنبور اونای دیگر رو انتخاب میکنه. پس دوستانی که میخوان واسه باغات گلابی که تو اطرافشون هست زنبوراشون رو جابجا کنن، به نظر من، منم از چند تا چایی که تحقیق کردم، زیاد صرفه اقتصادی واسه درخت گلابی نداره واسه جابجایی کندو، ولی به جاش برای سیب، آلبالو، به خصوص کلزا، برای اینا فوق العاده عالیه و میتونه فوق العاده جذاب باشه. بچه‌ها بعدش ما دیگه توی تابستون که خیلی مدل گل داریم، توی اواخر خرداد ما خود شمال گیاهای جای کوهی رو داریم، گلهای کوهی رو داریم، دارویی هستن، فوق العاده برای شهد و گرده عالی هستش. از همه مهمتر که شمال واسش اصلا به شناسنامه شمال معروفه، البته شمال و جنوب کشور، مرکبات هست. بچه‌ها یعنی این درخت دیگه بی‌نظیره دیگه. اگه هر جای ایران هستین به نزدیکترین جایی که مرکبات کش میشه 100% زنبوراتون رو ببرین. دارای شهدی بی‌نظیر و گرده بسیار عالی، مطلوب، مطبوع، مغذی و فوق العاده عالی با چوگالی بالا. یعنی همه جوره، هم مطلوب، هم مطبوع، هم خوش رنگ، هم مغذی، همه جوره عالی است. مرکبات در کل به چندین گونه از درخت‌ها تقسیم میشه، مثل پرتقال، نارنج، لیمو، انواع لیموها هست، گریپ فروت هست و و و خیلی های دیگه که همه و همه توی فواصل بین تقریبا فکر کنم اواخر فروردین تا اوایل خرداد ماه دیگه این پوشش گلدهیش هستش. بچه‌ها فوق‌العاده عالیه. چرا میگم فوق‌العاده عالیه؟ یعنی یه چیزی هلوشه بهتون بگم، اگه یک کندو رو توی یک باغ یک هکتاری قرار بدین، یه چیزی هلوشه 80 کیلوگرم تولید عسل داره. یعنی میخوام اینجوری براتون مثال بزنم، گرده جذابی داره و داره قند عالی هست و مناسب بین 20 تا 25-6 درصد قند داره. یعنی اگه بخوایم بگیریم از درخت لیمو، پرتقال که پایین ترینن، تا گریپ فروت و اینا که بالاترین قند رو دارن، بین 18 تا 25 درصد قند داره. هم واسه زنبور سازی، هم واسه تولید عسل، هم واسه تولید گرده فوق العاده مطلوبه، چون توی دوره‌ای از فصل بهار
سطح رشد میکنه که ما چندین گونه متفاوت دیگه گیاهی داره حال رشد از تو نقاط مختلف کشور میته و میشه از یه گرده بی‌نظیر و عالیش استفاده کرد و شهدی فوق‌العاده گوارا و عالی. و البته ایراد نمیشه گفت کاملا چی میگن بهش شخصی این موضوع این دوستاش اینکه یک مقدار رقیق عسلش ولی چگالی بالایی داره، یعنی سنگینه نسبت به عسلهای دیگه و رنگ روشن و عالی داره. فکر کنم تقریبا بیشتر گلایی که توی گیاهایی که توی بهار هست و گفتیم، خیلی های دیگه هستش اگه بخوایم بگیم خیلی ویدیو بزرگ میشه. ما میتونیم توی تابستون آفتاب گردنا رو داریم که توی ویدیوهای دیگه گفتیمش. ایشالله به زمانش نگاه کنین. الان من به شما از یعنی شما میتونین از دی ماه برنامه ریزی کنین واسه کوچ کم کم که زنبوراتون رو تقویت کنین، زنبوراتون رو گسترش بدین، به خصوص تو مزارع کلزا اگر نزدیکتونه، اگر چی هست حتما بهش یک دقتی داشته باشین، چون توی فصول زمستون به خاطر شرایط نامساعد آب و هوا باید حتما یه شرایطی رعایت کنین واسه قرارگیری کندوهاتون توی مزارع کلزا. چرا انقدر من تاکید میکنم؟ چون که این حجم ورود از شهد و گرده میتونه هم خوب باشه هم واسه ایجاد مشکلاتی توی کندو بشه توی اون فصول. حتما راجع به این موضوع کامل یه ویدیو کامل میسازیم که در چه شرایطی به کلزا باید برین، بتونین از تجربیات دیگران استفاده کنین، بتونین بهترین برداشت و بهترین بازدهی رو از این مزارع بگیرین. توی دیمو اسما ما میتونین توی بهار از سیب، گلابی، آلبالو، گیلاس و خیلی های دیگه است. خیلی هم. مثل هلو، بچه‌ها هلو رو یادم رفت. هلو هم تو بیشتر مناطق ایران کش میشه، به خصوص تو آذربایجان، تو جنگل آذربایجان فوق العاده به صورت پرورشی کش میشه، داره شهد و گرده عالی هستش. بچه‌ها میتونن حتما بهش دقت داشته باشن که توی فروردین ماه اگه نزدیک باغات هلو هستین حتما زنبوراتونو ببرین، چون گرده عالی داره، شهد عالی داره و واسه زنبورسازی فوق العاده عالی است. بعد میتونین واسه پرتقال، واسه مرکبات پرتقال، واسه مرکبات آماده کنین زنبوراتونو که حتما یک بهار، یک زمستون تا بهار عالی داشته باشه، یعنی بتونین یه گسترش عظیمی، پیشرفت عظیمی رو توی زنبورداریتون داشته باشه. خیلی مخلصیم، دم همتون گرم، خیلی دوستتون داریم، یا علی.